سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. سریال روزی روزگاری مریخ، کاری از پیمان قاسمخانی و محسن چگینی و جدیدترین محصول مشترک فیلیمو و نماواست که از 21 تیر ماه پخش اون آغاز شد. از بازیگران اصلی سریال هم میشه به امیر نوروزی، بهادر مالکی، امیر کاظمی، امیر مهدی ژوله، فلامک جنیدی، عبدالله روا، رامین ناصر نصیر، الناز حبیبی و غیره و مهراب قاسمخانی و بهروز رهبری فرد اشاره کرد که میتونه به جذابیت‌های این سریال اضافه کنه. اکثر مردم نام پیمان قاسمخانی رو در کنار نام مهران مدیری میشناسن و همکاری نزدیک این دو هنرمند اونها رو با همدیگه مشهور کرد. اما پیمان قاسمخانی با سابقه طولانی در نوشتن فیلمنامه سریال‌های پربیننده‌ای همچون شب‌های برره، پاورچین و نقطه‌چین در چند سال اخیر سراغ کارگردانی هم رفته و بعد از فیلم‌های موفق در گیشه سینما از جمله خوب بد جلف، ساخت نخستین سریال در شبکه نمایش خانگی رو هم تجربه کرد. اما خبر ازدواج مجدد پیمان قاسمخانی با میترا ابراهیمی در رسانه‌ها منتشر شد، خبری که حواشی زیادی رو در پی داشت. بسیاری به اختلاف سنی این زوج که بیش از 20 سال بود انتقاد کردند و برخی شایعاتی رو درباره رابطه اونها پیش از طلاق قاسمخانی از همسر پیشینش یعنی بهار رهنما رو پخش کردند. این خبر در همون موقع با واکنش‌های زد و نقیض همراه شد و در بعضی از رسانه‌ها حتی توسط خود میترا ابراهیمی تکذیب شد. تا اینکه چندی پیش مهراب قاسمخانی با انتشار پستی اینستاگرامی ورود عروس جدید رو به خانواده‌شون تبریک گفت و از این ازدواج رسما رونمایی کرد. بعد از رسمی شدن خبر ازدواج قاسمخانی و ابراهیمی، خانم ابراهیمی در گفتگوی اینستاگرامی درباره این ازدواج و حواشی به وجود اومده توضیحاتی رو ارائه داد. او درباره شکل آشنایی خودش با پیمان قاسمخانی چنین توضیح میده و ضمن اینکه تاکید میکنه اولین دیدار و آشنایی اونها حدود 1.5 سال بعد از طلاق همسرش از رهنما اتفاق افتاده. واقعا همیشه نمیشه همه رو از خودت راضی نگه داری، ولی یکیش دیگه خیلی تهمت بزرگ و زشتی بود که خود من و خانواده های ما که خب میدونم این همچین چیزی نیست، ولی به هر حال هی داشت میچرخید، گرچه که اکثران هم صفحه رو نگام کن فیک بودن، ولی یه توضیحی برای اولین و آخرین بار دوست داشتم اینجا بدم، چون نشستم اینجا خودم هستم و لازم نیست هی بخوام ریپلای کنم و کامنت بذارم و توضیح بدم. اینکه نوشته بودن برای من خیلی زیاد، میگم اکثران هم فیک بودن، ای پس تو بودی که زندگی قبلی رو به هم زدی و اینا. من میگم برای اولین و آخرین بار میخوام این توضیح رو بدم و اون این که من اولین بار که پیمان رو دیدم برمیگرده فکر میکنم مثلا بهار یا تابستون 95 بود که ما یه دوستی داشتیم و داریم، یه دوست خیلی خوبمون به اسم نغمه جون که معمولا اولین بارم به خدا اتفاق نیفتاد، دیگه خیلی خصوصیه نمیخوام توضیح بدم، ولی این حرف و این تهمت خیلی چیزه زشت و بد و واقعا اصلا نه در شأن من نه در شأن پیمانه و در شأن خانواده هامون نیست. و دوم این که هی همین هم تکرار میکردن که همسر پیمان همیشه گفته بود که یه دختر جوانی داشت، که اینجوری نیست، ایشون هم اصلا همچین حرفی نزده. یک ویدیویه مثل این که ایشون داره راجبه این مسئله که واقعا نمیتونیم چشمون رو ببندیم، بله هست متاسفانه خیانت وجود داره، و ایشون دارن میگن که دخترای جوان وارد زندگی مردهایی که خانواده دارن و اینا نشید. و در ادامه اتفاقا کسی که مصاحبه میکنه ازشون میپرسه که شما هی راجع به این موضوع حرف میزنین، برای خودتون پیش اومده یا نمیدونم خودشون توضیح نه الان یادم نیست، ولی من دقیقا اون ویدیو رو دیدم، چون منم اولین بار که با پیمان به عنوان یه آدمی که میخوام برای زندگی مواجه بشم، خب برای منم چون این به گوشم خورده بود جالب بود و رفتم سرچ کردم. پیمان قاسمخانی متولد 30 دی 1344 در تهران، نویسنده، کارگردان و بازیگر، فارغ التحصیل لیسانس رشته آمار انفورماتیک از دانشگاه اهواز که تجربه یک زندگی زناشویی ناموفق با بهار رهنما رو داره و حالا در زندگی جدیدیه. از 12 سالگی با دیدن فیلم جنگ ستارگان عاشق سینما شد.
البته قبل از انقلاب هم فیلم ده فرمان رو دید که براش هنوزم خاطره انگیزه. بعد از دانشگاه در سال 1370 وقتی 24 ساله بود دوره یه فیلمنامه نویسی رو در مرکز آموزشی باغ فردوس گذرون. سپس مدتی هم زیر نظر سیف الله داد دوره یه کارگردانی رو دید. بعد از اون مدت کوتاهی هم در کلاس آموزش بهرام بهیزایی کارگردان کشورمون حضور داشت. در سال 72 فعالیت خودش رو به عنوان نویسنده از فیلمنامه نویسی فیلم من زمین رو دوست دارم شروع کرد که کارگردان اون بر عهده ابوالحسن داوودی بود. این فیلم با حضور علیرضا خمسه، فریبرز عربنیا و بهزاد خداویسی به شدت مورد توجه قرار گرفت. از سال 76 با سریال گالری 9 به کارگردانی غلامرضا رمضانی وارد تلویزیون شد و از سال 81 با سریال پاورچین با مهران مدیری شروع به همکاری کرد. پیمان قاسمخانی، فیلمنامه نویس سینما و تلویزیون، بعد از سالها جدایی از همسر سابقش بهار رهنما، بازیگر سینما و تلویزیون، برای بار دوم ازدواج کرد. او یک فرزند دختر از ازدواج اولش داره. همسر جدیدش میترا ابراهیمی، مستندساز و روانشناس سرشناس، در صفحه شخصیش نوشته: و آن کسی که نیمه من بود به درون نطفه من بازگشته بود و من در آینه می دیدمش که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود و ناگهان صدایم کرد و من عروس خوشه های عقاقی شدم. گرچه وقتی اومده بودی خواستگاری تو اینستاگرام برامون پیش پیشی عروسی گرفته بودم. انتشار خبر ازدواج پیمان قاسمخانی با میترا ابراهیمی در اینستاگرام باعث حواشی و جنجال زیادی شد. حمید فرخ نژاد از اولین هنرمندانی بود که ازدواج پیمان قاسمخانی و میترا ابراهیمی زوج هنرمند رو در اینستاگرام خودش به اونها تبریک گفت. خانم میترا ابراهیمی متولد 1368ه. اون لیسانس مدیریت جهانگردی و ارشد روانشناسی بالینی داره. ابراهیمی به عنوان روانشناس بالینی کودک و نوجوان فعالیت داره، اما در چندین دوره هنری از جمله فیلمنامه نویسی، فیلمسازی، تصویربرداری و تدوین شرکت داشته و تجربه ساخت یک فیلم مستند رو هم داره. در پاییز 98 فیلم مستندی از میترا ابراهیمی به نام کامی در جشنواره سینما حقیقت اکران شد که تهیه کنندگی و سرمایه گذاری اون رو پیمان قاسمخانی بر عهده داشت. در موسیقی کار هم اثر پریا قاسمخانی بود. در این فیلم به زندگی کامیار شاپور، فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاپور پرداخته شده بود. لازم به گفتن نیست که همسر اول پیمان قاسمخانی بهار رهنماست. بازیگری که بعد از جدایی از قاسمخانی با امیر خسرو عباسی مالک یک برند آرایشی بهداشتی ازدواج کرد. حالا و بعد از اون طلاق جنجالی پیمان قاسمخانی با دختری ازدواج کرده که حدود 25 سال از خودش کوچکتره. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.